در برخی متون از کتاب مقدس به نظر میرسه که خدا پس از شنیدن دعای یک شخص نظر خودش رو تغییر میده. آیا یک ایماندار میتونه در دعا نظر خدا رو عوض بکنه؟ سوالی. خب ما توی کتاب مقدس مثلا توی کتاب پیدایش جاهای زیادی هم هست که نگاه میکنیم میبینیم خدا بعد از اینکه یکی یک دعایی رو میکنه، یک اتفاقی توی دنیا میفته، خدا نظر خودش رو عوض میکنه و میگه که خدا متأثر میشه، خدا پشیمان میشه، خدا دیدشو عوض میکنه. جاهایی هست دعا میکنیم و میبینیم بر اثر دعای اون شخص خدا اعمالش رو عوض میکنه. سوال اینه که واقعا این رو به چه صورت باید فهمید؟ من داشتم دیروز سر همین موضوع صحبت میکردم. البته این پرسش ما یک به نوعهای مختلفی توی گذشته پاسخ دادیم، خیلی سریع بهش نگاه کردیم، شاید امروز شاید بیشتر از گذشته بهش یک توجهی داشته باشیم. ما این بخشای کتاب مقدس رو فکر میکنم از سه دیدگاه مختلف یا سه موضع مختلف میتونیم نگاه کنیم. اولا بیایم ببینیم که صحبت ما وقتی که به این آیات میرسیم متمرکز باشه بر روی آموزه خدا، خدا رو تعریف بکنیم، شخصیت خدا رو تعریف کنیم، بر اساس شخصیت خدایی که تعریف میکنیم اون آیه رو بفهمیم، یا بیایم مثلا کتاب مقدس رو نوع نگارش رو بررسی بکنیم که اینجا به چه معنایی هستش و چه چیزی رو میخواسته بگه، یا بیایم آموزه خلقت رو اینجا بررسی بکنیم که اینجا صحبت از واقعیت که میشه در مورد آینده میشه و اراده آزاد انسان، اینا به چه معنا هستش. حالا من یک به خاطر ترانزیشنی که توی صحبت‌های بعدی خواهیم داشت یک کتابی رو میخوام معرفی کنم. به کتاب بسیار زیبایی هست به اسم Divine Knowledge یا علم الهی، Divine Foreknowledge، علم الهی یا پیشدانی خدا در واقع در مورد صحبت میکنه. در این کتاب چهار دیدگاه متفاوت رو در مورد دانش خدا مطرح میکنه و صحبت میکنه. نویسنده های مختلف این کتاب داره. عرضم به خدمتتون گریگوری بوید هست که دیدگاه اوپن تیزم رو مطرح میکنه که خیلی از کسانی هستش که نماینده در واقع این دیدگاه هستش. دیوید هانت هستش که دیدگاه به قول معروف دیدگاه خیلی معروفی که الان توی مسیحیت وجود داره که خدا آینده رو میدونه، بهش میگن سیمپل فور نالج، خدا رو بهش نگاه میکنه. ویلیام لین کریگ فیلسوف الهیدان هستش که در مورد میدل نالج خدا صحبت میکنه. اشارات کوتاهی به این دیدگاه ها میکنیم. و پال هلم هستش که به دیدگاه آگوستینیان کالوینیست ویو یا دیدگاه اصلاح شده و آگوستینی که الهیات اصلاح شده بهش باور دارن اون رو مطرح میکنه. بعد نکته جالبی در مورد این کتاب که دوستان عزیز اگر دوست دارن این رو مطالعه بکنن، هر کسی دیدگاه خودشون میگه و بقیه از دیدگاه خودشون رو نقد میکنن. چهار دیدگاه سازنده و اما حالا جورج بوید، گریگوری بور توی صحبت‌های خودش میگه که در مورد پیشدانی خدا میگه قبل از اینکه بیایم روی آموزه خدا صحبت بکنیم، هر وقت در مورد پیشدانی خدا صحبت میشه، هر وقت در مورد تغییر دیدگاه خدا صحبت میشه، قبل از اینکه بیایم بگیم که این خدا اینجا خدا روی خدا متمرکز بشیم، باید برای آموزه خلقت و تعریف ما از ماهیت و وجود حقیقت مطرح کنیم که اصلا واقعیتی که در آینده قرار اتفاق بیفته به چه معنا هستش. و چون خودش داره اوپن تیزم رو مطرح میکنه، خیلی از دوستان عزیز شاید بپرسن که اوپن تیزم به چه معنا هست. یکی از این گروه وقتی که کتاب مقدس رو در این بخشا میرسن خیلی ساده به صورت لغوی این رو معنا میکنن، میگن که اگر خدا متأسف شده، اینجا واقعا خدا متأسف شده، اگر خدا دیدگاه خودش رو تغییر داده، واقعا خدا دیدگاه خودش رو تغییر داده. اما دیدگاه اوپن تیزم یه دیدگاه تازه‌ای هستش که بر اثر واکنش گوری به این ایده شکل گرفته که میگن الهیات مسیح تأثیر پذیرفته از فلسفه یونان. چون میدونیم توی الهیات کلاسیک مسیحی ما به عرضم به خدمتتون این باور داریم که خدا لایتغییر، تغییر ناپذیره، خدا عرضم به خدمتتون نمیتونه عرضم به خدمتتون درد رو، رنج رو تحمل بکنه و خدا خارج از بعد زمان هستش. این دیدگاه کلاسیک مسیحیت هست. گریگوری بوید و کسانی که دیدگاه اوپن تیزم رو پیروی میکنن میگن که اینها این ویژگی ها و خصوصیات خصوصیاتی هستش که ما از فلسفه یونان وارد الهیات مسیح کردیم و اینها رو نباید اساس و بنیاد و ویژگی های خدا قرار بدیم، بلکه به جای این خصوصیات باید ما اینها رو نگاه بکنیم، بگیم خدا دارای شخصیت، خدا با مخلوقات خودش در ارتباطه، خدا نیکو هستش، خدا محبته. اینا اساس نگرش ما هستن و باید بر اساس اینا خدا رو تعریف بکنیم و بعد خدا رو که تعریف کردیم خیلی از مسائل باز میشه. من یه قسمت دیگه هم بگم، پرحرفی نمی کنم، میدم شما دوستان عزیز صحبت بکنیم. این کاغذامو فقط پیدا بکنم. حالا
جان فریم یک کتابی داره که قبلا هم در موردش صحبت کردیم و توی صحبت‌های خودش اشاره می‌کنه به ریچارد رایس که داره اوپن تیزم رو پشتبانی می‌کنه و در مورد اون صحبت می‌کنه. میگه که باز یک دارم گوریزی میزنم اون صحبتی که قبل کردیم، میگه دیدگاه سنتی کلیسا یا الهیات کلاسیک مسیحیت میگه که بر حاکمیت شکوه و جلال خدا تاکید زیاد داره، اراده خدا رو توزیع نهایی برای همه چیز میدونه، اراده خدا مقاومت ناپذیره، او بخشنده و مواظب ماست، اما به همان میزان نیز از نابودی فاسدان مفسدین جلال پیدا میکنه. خدا ابدیه، او از گذشته و حال آینده با خبره، او از تجربه ها و اعمال انسانی تاثیر نمیپذیره. حالا بعد جان فریم، من اجازه بدید این قسمت رو که خودم نوشتم بخونم، در خصوص این فهرست میگه که این مطلب دیدگاه الهیات کلوینیسم در مورد خدا را بیشتر از هر دیدگاه دیگری به تصویر میکشه. به عنوان مثال آرمینیان ها با این گفته که اراده خدا توزیع نهایی همه چیز است و یا اراده او مقاومت ناپذیر چندان میانه خوبی نداره. رایس در ادامه نقطه نظر الهیات این اوپن تیزم در این خصوص یه فهرست دیگه ای رو ارائه میده که در شاید کاملتر از این فهرستی که خدمتتون خوندم، محبت مهمترین کیفیت خداست، نه تنها محبت متحد بلکه حساس و آماده واکنش هست، مخلوقات بر خالق تاثیر میگذارند، اراده خدا پاسخ و توزیع نهایی همه چیز نیست، تاریخ نتیجه ترکیبی است از اراده و تصمیم خالق و مخلوق و خدا همه چیز رو به صورت نامحدود و خارج از چارچوب زمان نمیدونه، بلکه او توسط واقعیتی که رخ میده از آینده مخبر میشه. خدا به نوعی به دنیا متکی و وابسته است. و بعد خودش جان فریم اضافه میکنه این لیست رو که رایس میگه این رو هم باید بگیم که انسان ها، این گروه باور دارن که انسان ها صاحب اراده آزاد یعنی مستقل و منفک از اراده خدا هستن. و بعد حالا نتیجه گیری میکنه، میگه چنین دیدگاهی ما رو به یک بدعتی میکشونه که بهش میگن پروسس تیالوجی و حالا تو اون قسمت نمیخوام بهش بپردازیم که از الهیات کلاسیک مسیحی که ما 2000 سال بهش داشتیم انحراف خیلی شدیدی پیدا میکنه. دیدگاه اوپن تیزم لپ کلام این رو میگه و این با این موزه نزدیک شدن به این آیات به اینطور نگاه میکنه که نباید ما آیات رو به نوع دیگه صحبت بکنیم و بگیم که اینها به زبان انسانی نوشته شدن، به زبانی که ما امروز میخوایم متوجه بشیم، بلکه آن چیزی رو که خدا بوده رو خواسته با ما در میون بگذاره، بنابراین همین زبانی هم که هست نوشته شده و ما نباید ما حقایق رو عوض بکنیم. اتفاقا یکی از آیاتی که اوپن تیزم کسانی که به این الهیات باور دارن اوپن تیزم صحبت میکنن پیدایش 6-7 هست. من فقط این آیه رو میخونم، آیاتی مثل اشعیا 5-4-7 هست که میتونید بهش مراجعه کنید و آیات دیگه. پیدایش 6-7 میگه و خداوند پشیمان شد که انسان رو بر زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت و خداوند گفت انسان رو که آفریدم از روی زمین محو سازم، انسان و بهایم و حشرات. و بعد صحبت میکنه که خدا از پشیمانی خودش صحبت میکنه در صحبت شما. من فکر میکنم فقط خیلی سریع من توی دو تا جمله این اوپن تیزم بگم که عزیزان چون راجع به دقیقاً اینکه باورشون نسبت به دیدگاه خدا چی هست شاید یه خورده واضح نبودیم. من این عزیزان اعتقادن که نه فقط خدا از آینده اطلاع داره و میدونه چه اتفاقی میفته و مقرر کرده آینده ای رو که اتفاق خواهد افتاد، بلکه برای اینکه ما انسان‌ها هر کدوممون یک میتونیم دعا بکنیم و میتونیم از خدا بخوایم یک چیز رو و خدا نسبت به اون دعا و خواسته ما عملکرد نشون میده. اینطوری نیست که ما خواسته ما و صحبت ما اصلا نقشی نداره، بلکه خدا یک جایی رو باز گذاشته برای اراده انسان آزاد انسان که انسان بتونه با دعا و خواسته خودش میتونه این رو فراهم بکنه. پس توی این دیدگاه الهیاتی هم اراده مطلق خدا هست و جهتی که خدا میده و هم صحبت این که یک شخص میتونه، یک انسان میتونه با اراده آزاد خودش در واقع واکنش خداوند رو تحت تاثیر خودش هم یه نکته اساسی در مورد اوپن تیزم که اینو به اشاره کردی الان من خاطرم که آدم خدا آینده رو نمیدونه، به خاطر اینکه اگر آینده رو بدونه به این معناست که انسان اراده آزاد نداره و چون انسان اراده آزاد داره آینده هنوز نوشته نشده. اینا نمیگن که خدا آینده رو نمیدونه چون دانشش محدوده، میگن آینده رو نمیدونه چون آینده هنوز نوشته نشده، چون خدا در درون زمان هستش و دارن از این دیدگاه بهش نگاه